خوش آمدین، دوباره برگشتیم. مهمان خانه شما ایزان هستیم و جهانی سپاس از اینکه امروز هم در کنار ما بودیم و بیننده برنامه دلخواه خودتان صبح زندگی. ناگفته باقی نمانه 15 دقیقه اخیر برنامه را اختصاص دادیم بازم به بخش بازتاب کرونا که منتظر تماس های نیک شما ایزان می باشیم. یکی در ارتباط با سوال شما ایزان چه گفتنی هایی دارین و همراه ما شریک می سازین. اما فعلا مهمان دار هستیم. مهمان ما کی است رستم جان؟ بله، در این لحظات برنامه هم مهمان ما احمد ضیا رشیدی هنرمند هستند که در مورد درگذشت اکبر نگزا هنرمند کشور حرفا و صحبتایشان با ما و شما شریک میسازن. از کشور هالند روی خط اسکایپ با ما وصل شدن. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به صبح زندگی. سلام، از ادب دادم خدمت شما، خدمت بیننده عزیز شما. امیدوار هستم که صبح خوش را آغاز کرده باشین. در خدمت شما هستم ان شاء الله که سلامت باشین. ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه. خبر بسیار ناخوشایند که تعداد زیاد از هموطنان ما متاثر شدند در مورد درگذشت هنرمند سرشناس کشور ما آقای اکبر نگزاد که زایه بسیار بزرگ در دنیای موسیقی افغانستان هست. در ابتدا خوب است معلومات مختصر را در مورد زندگیشان از شما داشته باشیم. واقعا هم چیزی که گفتین متاسفم، واقعا همگی ما متاثر هستیم. اما کسانی که اکبر جان نگزاد را میشناختند، هنرمند موفق، خوش اخلاق، خوش صدا، مهربان، دوست خوب، برادر خوب، رفیق خوب، مرد مدبر، فریخته و با فرهنگ عالی و یک مرد وصلا، یک پدر مهربان برای فامیلش، برای اولادش. اکبر جان نگزاد یکی از هنرمندهای موفق ما شما بود که همیشه کوشش میکرد که برای هموطنان خود آهنگهایی را بخواند که به دلهایش چنگ بزند. و او هنرمندی بود که همیشه کوشش میکرد که در وطن خود باقی بماند. اما همه ما شما میفهمید که همه ما یک مشکلات نظر به شرایط سیاسی و جنگ‌های خانماسوس از وطن و هم مثلا مهاجر شد و به کشور آلمان پناه برد و در اونجا در شهر فرانکفورت زندگی میکرد. اکبر جان نگزاد خداوند جنت فردوس نصیبش کنه با تمام گذشته های ما، یک آوازخانی بود که همیشه مثلا برای هنر موسیقی افغانستان شد کوشش کرد و کوشش میکرد همیشه و در این آخر هم کوشش داد که چند آهنگ را که البته با تماس بودیم آهنگای میهنی را میخواستیم ثبت بکنیم و یک گوشی یک البوم را مثلا بر آماده بسازیم. اما زندگی هیچ وقت وفادار نیست، میگم به عمر به زندگی تکیه مکن، عمر وفا نمیکنند. دمی اواخر البته نتوانست که کمی مریضی برش پیش شد و بالاخره در سر همین مریضی داشت شکار بدبختانه شکار یکی از ویروس هایی که مثلا امروز همه جهان تکان میده کرونا درگیر شد و بالاخره مدت زیادی را در شفاخانه باقی ماند که تا دین روزه که جانه بخص بود. بله، خداوند بهشت برین را جایشان بگردانه. و حالا در مورد البوم های صحبت بکنین که اونا تهیه کرده بودن، کلن چند البوم دارن؟ کلن اونا 4-5 البوم داشتن. یکی اونا شروع کردن از آغاز که البته جهانی بود، ما خود بودیم از آهنگ شما کلگ دوستا البته خاطری زیاد دارن، لطفی آجان شده کم کم و آهنگای دیگه که مثلا بعد از او با آهنگای استاد ناشناس زیاد میخواستن مثلا به شکل هم کپیش پیش برن، اما بالاخره توانست که رای خود پیدا بود و او خودش مهارت زیاد در غزلخانی داشت و غزل بسیار به شوق میخوان، مخمسات حضرت بیدل بسیار به آسانی و بسیار شوق میخوان و همچنان آهنگای میهنی، آهنگای مست هم بس داشت، عقل هم جای خدا داشت و بسیار با آسانی و بسیار خود از همون شوق و محبت میخواد. از آهنگایی که بسیار از چیزایی که داشت، البومایی که داشت، بسیار خوبان بود، مقام صبر بود، مست ناز بود و با خوش باخش و بخش بهار چندین چند البوم بشود و چندین آهنگای دیگه که در دوستا از طریق تلویزیون و از طریق چند سطح دیدن و آدم فعال بود در افغانستان هم و در اروپا هم خاموش نبود. همیشه به خاطر موسیقی خود، به خاطر میخن خود، به خاطر افغانای خود در اروپا کنسرت های داشت. در اواخر مثلا عمرش بگویم یک سال پیش در آلند یک کنسرت داشت بودیم و ما یک جای بود
خوب درخشید و آنگاهی واقعا دم دلهای همه گره شاد سا. دقیقا. و البته دمی آواخر که گفتم ما کوشش دادیم که با هم یک دو آهنگ مثلا میهنی را بخوانیم، یک دو آهنگ مثلا برای تشکر. سلامت باشین. فرصت ما محدود است، نمیتونیم صحبتهایتان بیشتر در برنامه داشته باشیم، ولی با آن هم خواستیم که معلومات کوتاهی را در مورد مرحوم نکزاد هنرمند پراوزی کشور با ما و بیننده عزیز شریک بسازین. اگر گفتنی دارین خیلی کوتاه. خواهش میکنم، زنده باشین. فقط دعا میکنم خداوند تعالی جنت فردوس نصیبش بکنه و دیگر در وطن ما اصل به و این مرض کرونا است تمام جهان به خصوص افغانستان ما نابود شود تا بتانیم که مثلا با خوبی با مو شکلی که میخواییم زندگی کنیم و در خدمت دوستا و هموطنان خود باشیم. خیلی ممنون، سلامت باشین، اوقات خوب و خوش داشته باشین، خدا نگهدار. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.